چشمانداز اقتصادی دولت تدبیر و امید و اعتدال روحانی. صندوق بین المللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران برای سال 92 را منفی ارزیابی کرده است. کارشناسان اقتصاد بورژوایی از رشد منفی 0.54% تا منهای 3% را پیش بینی کرده اند. این امر عمدتاً به دلیل کاهش صادرات روزانه نفت ایران از بیش از 2 میلیون بشکه به حدود 700 هزار بشکه در روز اتفاق افتاده است. نفت ایران فقط به 4 کشور ترکیه، کره جنوبی، هند و چین صادر می شود. به دلیل تحریم بانکی که بیمه‌رانیز شامل می شود، حتی پول نفت فروش رفته نیز نمی تواند به آسانی و بدون هزینه سنگین به دست مقامات جمهوری اسلامی برسد. تشدید تحریم‌های اقتصادی بر متن تعمیق این بحران، خصوصا در شرایطی که صادرات نفتی منبع اصلی درآمد ملی و 80% بودجه دولتی را تشکیل داده و بخش‌هایی از تولید و نیازمندی‌های روزانه مردم ایران هم اساساً به تجارت خارجی و واردات متکی شده است، بر وخامت این اوضاع آشفته اقتصادی افزوده است. با این میزان از کاهش درآمد نفت، تأمین هزینه سرسام‌آور سرپا نگاه داشتن دستگاه عریض و طویل سرکوب و بوروکراسی دولتی امر دشواری است. اما رکود تولید تنها به صنعت نفت محدود نمی شود. اکنون بخش بزرگی از صنایع و یا مراکز تولید در ایران یا ورشکسته و تعطیل شده اند و یا با ظرفیت پایین تر از 50% کار می کنند. فقط برای نمونه خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران در روز دوشنبه 19 آبان ماه اعلام کرد استان قزوین که دارای بیش از 3200 واحد صنعتی می باشد 50% از این شرکت ها تعطیل و یا در حال انحلال هستند و 50% از آنها نیز زیر ظرفیت کار می کنند. بر اساس همین گزارش، شمار زیادی از کارگران شاغل در کارخانه های فرنخ، مهنخ، نازنخ، پوشین بافت، لامپ الوند و نقش ایران بین 3 تا 30 ماه حقوق عقب افتاده دارند که بخشی از آنان در بلا تکلیفی و سرگردانی به سر می برند. رسانه های امپریالیستی و اپوزیسیون بورژوایی طرفدار مدل اقتصاد نئولیبرالی بازار آزاد، تحریم های اقتصادی دول غربی و به ویژه دولت آمریکا را عامل اصلی ورشکستگی اقتصادی رژیم جمهوری اسلامی وانمود می کنند. آنها به همین جهت تسلیم رژیم در مقابل دول غربی و بهبود مدیریت اقتصادی را راه حل خروج اقتصاد جمهوری اسلامی از بحران قلمداد می کنند. آنها رفع تحریم ها را باعث افزایش صدور نفت، بازگرداندن پول نفت فروش رفته، ورود سرمایه های خارجی، بازگشت سرمایه های فراری و رونق تولید و اشتغال قلمداد می کنند. اما واقعیت این است که هیچ کدام از بخش های مختلف اپوزیسیون بورژوایی ایران راه حلی عملی برای پایان دادن به بحران و خطر فلاکت اقتصادی را ندارند. این نیروها راه حلشان برای خاتمه دادن به این بحران اقتصادی در بهترین حالت سپردن اداری اقتصاد کشور به دست مدیران تکنوکرات، عادی سازی مناسبات با غرب و رفع موانع سیاسی بر سر راه ادغام بیشتر سرمایه‌داری ایران در بازار جهانی و اجرای برنامه‌های اقتصادی نئولیبرالی است. این نوع نسخه پیچیدن‌ها برای حل بحران اقتصادی سرمایه‌داری ایران در حالی است که سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالیستی در سطح جهان به بن‌بست رسیده است و پیامد اجرای این سیاست‌ها عامل اصلی شکل دهنده بحران جهانی سرمایه‌داری بوده است. گذشته از اینها، با توجه به اینکه بحران جهانی سرمایه‌داری ادامه دارد، ادغام اقتصاد ایران در بازار جهانی نه فقط به خودی خود به معنای سرازیر شدن سرمایه خارجی و تکنولوژی مدرن و پیشرفته به ایران نیست، بلکه در این شرایط بحرانی اولویت سرمایه‌داری جهانی صدور سرمایه و تکنولوژی به ایران نخواهد بود. به فرض آن که مناسبات رژیم جمهوری اسلامی با غرب عادی شود و سرمایه‌داری ایران به طور کامل در بازار جهانی ادغام شود، تازه این بار با توجه به جایگاهی که ایران در تقسیم کار جهانی دارد،
تنها با اتکا به تشدید استثمار طبقه کارگر ایران، افزایش بیکارسازی ها، ارزان تمام کردن نیروی کار کارگران ایران و تحمیل فقر و فلاکت هرچی بیشتر به طبقه کارگر می تواند در بازار جهانی به رقابت بپردازد. حسن روحانی با پیروی از همین الگوی اقتصاد نئولیبرالی در کارزار انتخاباتی وعده داد که اگر به ریاست جمهوری اسلامی برسد به اقتصاد نیمه دولتی پایان داده و دست سپاه و نیروهای امنیتی را از اقتصاد کوتاه خواهد کرد. روحانی به محض رسیدن به قدرت تحت فشار واقعیات وعده‌اش را زیر پا گذاشت و در یک مراسم در خدمت فرماندهان سپاه به آنها قول داد که تسهیلات بیشتری برای ورود آنها به عرصه اقتصاد فراهم خواهد شد. دولت روحانی در راستای پیروی از اقتصاد بازار آزاد تمام قولهایی را که به کارگران، زنان خانه‌دار و بقیه اقشار برای ایجاد اشتغال، بهبود وضع معیشت، مسکن، بهداشت و حفظ حقوق اولیه انسانیشان داده بود، فراموش کرد. در 3 ماهی که روحانی سر کار آمده، وضع اقتصادی بدتر شده و هیچ چشم‌اندازی هم برای بهبود وضعیت اقتصادی تحت حاکمیت این رژیم وجود ندارد. علی‌رغم تلاش کارگزاران رژیم و نیروهای اپوزیسیون بورژوایی برای پاشاندن بذر امید واهی به مذاکرات هسته‌ای، کارگران که شیشه عمر جمهوری اسلامی را در دستان توانمند خود دارند، بدون توهم و خوشباوری به دولت روحانی و پروژه سازش با غرب به مبارزات خود ادامه می دهند. مبارزات روزمره کارگران علیه بیکارسازی ها، برای دریافت دستمزدهای معوقه، برای افزایش دستمزدها و علیه فقر و فلاکت اقتصادی ادامه دارد. زنان و جوانان معترض نشان دادند که در انتظار وعده های روحانی دست روی دست نمی گذارند و با تداوم مبارزه خواستها و مطالبات خود را پیگیری خواهند کرد. توهم به دولت تدبیر و امید و اعتدال حسن روحانی حتی در میان کسانی که به روحانی رأی دادند و یا بر این باور بودند که با پیروزی روحانی اوضاع عوض شده است، فرو ریخته است. معنای داخلی سیاست نرمش قهرمانانی دولت چوبه دار روحانی هر روز بیشتر برای کارگران و مردم ایران روشن می شود. لازم است فعالین جنبش های اجتماعی و مقدم بر همه فعالین جنبش کارگری ایران با شناخت اوضاع کنونی هیچ فرصتی را برای برانگیختن، متحد کردن و هدایت کردن جنبش مطالباتی کارگران از دست ندهند. بر متن روند روبه گسترش مبارزات کارگری است که تشکل‌های مستقل تاکنون موجود جنبش کارگری دوباره جان می‌گیرند و تشکل‌های طبقاتی و توده‌ای کارگران شکل می‌گیرند. فعالین کمونیست جنبش کارگری با براه انداختن یک جنبش مطالباتی با خواست‌های روشن اقتصادی و سیاسی کارگران و بر پایه تشکل‌های کارگری است که می‌توانند افق رهایی بخش سوسیالیسم را به روی جامعه بکشایند.